بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خالق یکتا، درود و سلام بر شما شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه که همه شما جور صحتمند و سر حال بوده باشین. قسمی که همه شما میدونین، ما درس های مضامین ساینسی را از طریق یوتیوب چینل پوهنتون ما بر شما به تدریس گرفتیم و شما هم لینک ویدیوهای ما را باز بکنین، یوتیوب چینل ما را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را ببینین. اگر شما سوالاتی داشته باشین، پیشنهاداتی داشته باشین، از طریق یوتیوب چینل در بخش کامنت ها با ما شریک بسازین، ما هم با سوالات و پیشنهادات شما پاسخ ارائه میکنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، قسمی که در درس گذشته ما رابطه تعویضی را خواندیم، تعاملات تعویضی را خواندیم، چه قسم تعامل میشد، تعاملات جمعی را خواندیم. اینون میگن در تعاملات جمعی بعضی مرکبات ما باید چیکار بکنیم، در تعاملات تعویضی بعضی مرکبات ما چیکار بکنیم. اینجا فعالیت داده بر شما که اگر گفته اتلین با کلورین تعامل کنه کدام مرکب حاصل میشود. گیر شما در خانه کار میکنین و نام مرکب را هم به طریقه آیوپک نامگذاری میکنین. اینال میگه اگر الکین ها با تیزاب های هالوجندار تعامل کنه، اگر الکین ما با تیزاب هالوجندار تعامل بکنه، مرکبات جدید را که میسازه چی هست؟ مثلا گفتیم اگر الکین ما چی کنه تعاملش با چی باشه؟ با تیزاب ها بوده باشه های هالوجنی. اگر اتلین ما یا الکین های ما با تیزاب های هالوجنی تعامل بکنن، مرکبات جدید را میسازن که چی هستن؟ به نام انمی تیزاب ها که هست، اتلین با تیزاب های نمک مرکبات جدید را ایتایل کلوراید را میسازن. مثلا اگر الکین ما با یک تیزاب هالوجنی چی کنه تعامل کنه؟ اگر الکین نداشته باشیم یک معادله چی باشه؟ اتلین داشته باشیم. شاگردان نهایت عزیز، CH2 دو رابطه CH2 چی باشه؟ اتلین ما باشه که معروف به خانواده چی هستن؟ الکین ها هستن. اینمی امرای چی تعامل بکنه؟ امرای یک مرکب هالوجنی، مثلا چی باشه؟ هایدروژن کلوراید باشه. هایدروژن کلوراید چی کنه؟ تعامل کنه. امرای هایدروژن کلوراید چی بکنه؟ تعامل بکنه. اینمی مرکب ما که اتلین هست، امرای هایدروژن کلوراید چی کنه؟ تعامل بکنه، مرکبات جدید به وجود میاره که این مرکب را به نام چی یاد میکنیم؟ اتایل کلوراید یاد میکنیم. پس میگیم این تعویض میکنه، میگیم CH2 خودش ایره میاریم اینجا، میشه CH2 یک هایدروژن را که آردیم اینجا بنداختیم، میشه CH3 CH3 شد، پس رابطه میشه CH2 Cl که نمی رابطه را به نام اتایل کلوراید یاد میکنه. چه رقم اتایل کلوراید یاد میکنه؟ سعی کنین زمانی که ما اتلین ما را نه CH2 رابطه CH2 نمی چی هسته؟ یک اتلین هسته. چه هسته؟ یک اتلین هست که میشه C2H4. یک اتلین است، اگر امروی چی؟ امروی هایدروژن کلوراید چی بکنه؟ تعامل بکنه. ای چی را میسازه؟ ای که وارد تعامل شد، تعامل کردن چی را میسازه؟ یک هایدروژن میاد میشه اینجا، میشه سی خودش یک هایدروژن را اگر بگوین در این میشه C2H ما 4 است، 4 و 1 5 H5 Cl. این همی چی هست؟ اتایل کلوراید هست. شاگردان نهایت عزیز، یا همچون نگری به شکل دیگه نوشته کنیم، میگیم CH3 رابطه CH2Cl. سعی کنید شاگردان نهایت عزیز، C2H5 چی هست؟ اتایل است. اتایل فقط داخل چی هست؟ کلوراید اضافه شده. اتایل کلوراید. پس میگن در اگر چی الکین های ما، گروپ الکین ما با تیزاب های هالوجنی تعامل بکنن، چی را میسازن؟ مرکبات جدید را میسازن که این مرکب اتلین ما که کتی هایدروژن کلوراید تعامل کرده، اتایل کلوراید را ساخته. شاگردان نهایت عزیز، اینال میگه که اگر الکین ها با آب تعامل بکنن، اگر الکین ها با آب تعامل بکنن چی را میسازن؟ اگر الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد ما که تعامل میکنن، اگر الکین های ما در موجودیت تیزاب گوگرد با آب چی کنن؟ با آب تعامل بکنه، مرکبات چی را میسازه؟ میگه مرکبات جدید را میسازه که تیزاب گوگرد در اونجا من حیث کاتالیست استفاده کرده. مثلا اینجا یک الکین ما چی باشه؟ اتلین اگر بوده باشه، CH2 دو رابطه CH2، اگر ای چی کنه؟ امرای آب
تعامل بکنه. اگر امرای آب تعامل بکنه در صورتی که تیزاب گوگر H2SO4 ما چی باشه؟ کاتالیز باشه. H2SO4 ما تیزاب گوگر چی باشه؟ کاتالیز باشه. اتلین ما امرای آب ما تعامل کرد در موجودیت کاتالیز چیست؟ تیزاب گوگر سالفوریک اسید. در اینجا چی را میسازه گفتن؟ اتانول را میسازه. پس چی میکنیم؟ میگیم یک هیدروژن میاد اینجا میشه CH3 رابطه این CH2 رابطه OH ایتا نول را ساختن شکر نهایت عزیز. سعی کنین گفتیم اگر اتلین انواع این خانواده الکین ها باشه امروی آب ای چی هسته؟ آب هسته. تعامل بکنه در صورت که H2SO4 تیزاب چی هست؟ گوگرد هست. تیزاب گوگرد منحیث یک کاتالیز استفاده شده باشه چی را میسازه؟ الکل ها را میسازه. سشته که ایش تعامل کرد تعامل جمعی ای هایدروژن آمد در اینجا شکش سشته شد CH2 خودش پس یک اینجا یک هایدروژن موند که یک بسیرن سشته CH2 چی را ساخت؟ ایتا نول را ساخت. خب شاگردان نهایت عزیز تعامل فورا به نام تعامل چی یاد میکنن؟ هایدریشن تعامل یاد میکنن. به نام تعامل هایدریشن یاد میکنن یعنی هایدریشن تعامل با آب را میگن. هایدریشن تعاملی که آب در موجودات آب صورت گرفته باشه به نام هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی نیز در الکوین ها چی میگیره؟ صورت میگیره. ما تعاملات جمعی را در الکوین ها هم چی میکنیم؟ میتونیم که انجام بدیم شاگردان نهایت از این. سعی کنین اینجا اگر الکوین ها تعاملات جمعی را با هلوجن انجام داده باشه یک الکان ما باشه چی باشه؟ CH3 رابطه CH جمعی. اینجا اگر یک هلوجن ما یا برومین باشه جمعی چی؟ آیودین باشه. اینجا اگر این اردو با همدیگر تعامل بکنن باز هم تعاملات جمعی را انجام میتن. وقتی که وارد تعامل میشه چی را میسازه؟ میشه CH3 CH3 رابطه سی خودش CH3 رابطه سی اینجا برومین میاد اینجا سی برومین سی رابطه اینجا چی مان؟ CH آیودین اینجا اگر نامگذاری بکنیم چی میگیم؟ 1, 2, 3, 4, 5 از که نامگذاری میکنیم از این رابطه سگونه داریم یک میگیم یک بعد از چی داریم؟ دو چی؟ آیودو برومو چی؟ 1, 2, 3 پروپین یا پروپان. سعی کنین شاگردان نهایت عزیز ما گفتیم که اگر خانواده الکان ها با همدیگر تعاملات جمعی را داشته باشه با هلوجن ها یعنی آیودین، برومین، کلورین، بلورین، برومین، کل چی هستن؟ مربوط به خانواده هلوجن ها هستن گروپ هفتم جدول. پس اینی CH3CH2 قطعی برومین و آیودین تعامل بکنن چی را میسازن؟ CH3 خودش ایسی خودش برومین به اینجا تعویض میشه اینجا جمعی برومین پس از اون CH خودش اینجا آیودین میاد اینجا تعویض میشه آیودین. پس این را اگر نامگذاری بکنیم در طریقه اپک از طرف نامگذاری میکنیم کربنش 1, 2, 3 اینجا در خانه اول چی داریم؟ اول آیودو داریم در خانه دوم برومو داریم میگیم 1 آیودو 2 برومو پروپان 1 آیودو 2 برومو پروپان میشه که نامگذاری از این. خب شاگردان نهایت عزیز دیگه میگه همچنین استنین با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید هم تعامل میکنه. اینو دیدن تعامل شد چی میکنیم؟ انجام میدیم شاگردان نهایت عزیز که میبینیم هیچ قسم یک تعامل را انجام میده. خب شاگردان میبینیم CH3 رابطه CH در موجودیت کربن که تعامل بکنه در صورت کربن تتراکلوراید چی باشه؟ کاتالیز باشه. کربن تتراکلوراید کربن تتراکلوراید منحیث چی عمل کرده باشه؟ منحیث کاتالیز عمل کرده باشه. میگه همچنین استلین با کلورین چی هست؟ CH3 رابطه CH چی هست؟ استلین هست. همچنان میگه اگر استلین ما با چی؟ با کلورین ما استلین ما با کلورین ما میگه چی کنه؟ رابطه اشتراکی داشته باشه این در اثر تعویض گذاشتن از وارد تعاملات کیمیایی شوه کربن تتراکلوراید ما منحیث یک کاتالیز چی کنه؟
استفاده قرار بگیره، در اون صورت مرکب جدیدی که با وجود میاد چی هست؟ اینا میگیم یک کربن ما میاد اینجا میشه CHCl چند؟ CHCl سه رابطه داره که یک رابطهش میشه اینجا CHCl CHCl که اگر این را نامگذاری بکنیم چی میشه؟ اگر این را نامگذاری بکنیم گفتیم CH سه رابطه CH چی هست؟ اگسیتلین ماست. این قطع کلورین هلوجن ها تعامل کرده در موجودات کاربون تتراکلوراید که منحیث چی عمل کرده؟ منحیث یک کاتالیست. این تعویض میشه، این آمده اینجا CHCl و این آمده اینجا دو رابطه، چون یک رابطه از دست میده CHCl. پس این چی شد؟ اگر نامگذاری کنیم یک دو، میگم یک دو چی داره؟ کاربون، یا میگم یک و دو کلورو کلورو ایتان چه هست؟ مربوط به خانواده ایتان ها هست. یک کلورو چه؟ ایتین رسی میبخشن مربوط به خانواده استلین ها میشه، مربوط به خانواده استلین یا استلین که هست. یک و دو کلورو ایتین یا یک و دو کلورو استلین هم باشی میکنیم، این را بیان میکنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، اگر مثلا یک مرکب دیگری از این را داشته باشیم، یک مرکب دیگری از این را داشته باشیم، که بوده باشه CH3 CHCl CHCl که را ما پیشتر چی کردیم؟ برشمو بیان کردیم در موجودت چی اگر تعامل بکنه سعید شکرون نهایت عزیز، اگر یه دیگه تعامل بکنه این چی بود؟ یک و دو کلورو اتن. اگر این پس تعامل بکنه چی را میسازه در این صورت؟ در مواد کاربون تتراکلورای. پس ایمه اینجا ایمه اینجا میشه CHCl2 رابطه CHCl2. سعی کنین شاگردان نهایت از این وقتی که این را گفتیم CHCl پس در موجودت کاربون تتراکلوراید با دیگر کلورین تعامل بکنه چی را میسازه؟ CHCl2. اگر این را بخواییم نامگذاری بکنیم، این را میگیم که اگر بگیم در یک و یک یا یک هر قسم نامگذاری بکنیم میشه، اگر به شکل عموم نامگذاری کنیم میگیم یک و یک، یک و یک، دو دو، این هم یک و یک داره، هم در این یک دو یک دو، مثلا میگیم یک و یک دو دو، یک و یک دو دو که گفتیم. پس نامش را چی میکنیم؟ در بغل از این نامش را نوشته میکنیم، میشه که یک و یک دو دو چی؟ تترا کلورو ایتان. چی داره؟ دو دانه داره، نه؟ تترا کلورو ایتان، تترا کلورو ایتان میداشته باشه شما در نهایت از زنه. یک دو سه چهار تا، یک دو سه چهار، هم دینی اول هم دو دانه داره، یک و یک تا دو تا میشه، دینی هم یک و یک دو تا میشه که داره، یک چهار دانه میشه در جمله، یک و یک دو دو تیترا کلورو ایتان میشه نامگذاریش. خب شاگردان نهایت عزیز، ای بود تعاملات جمعی بین مرکبات که بیان کردیم. اگر شما سوالات و پیشنهادات داشته باشین با ما شریک بسازین، ما بر شما حل میکنیم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین.